بهار آغاز شادابی. درود بر بینندگان گرامی که این برنامه را از هر طریق مشاهده می نمایند. من نظیف توحی باز هم در خدمت شما عزیزان قرار دارم. برنامه امروزی را که برنامه 81 جهان اقتصاد است، در مورد بروز فساد در جوامع و عوامل عمده آن صحبت می کنم. در برنامه بعدی جهان اقتصاد در مورد فساد گسترده و فراگیر در افغانستان صحبت خواهم نمود. مفهوم واژه فساد نهایت وسیع و گسترده بوده و عرصه‌های مختلف را احتوا می کند. جامعه شناسان از فساد به عنوان آسیب‌های اجتماعی و کجروی‌های رفتاری یاد می کنند و روانشناسان آن را عمل نامتناسب و غیر معمول می دانند. در حقیقت این اصطلاحات بیانگر گرایش به انحرافات اخلاقی و اجتماعی هستند که انگیزه مختص به خودشان را دارند. با یک دید وسیع، عوامل فساد و انحرافات اجتماعی به صورت عموم به دو دسته عمده تقسیم می گردند. یکی عوامل زمینه ساز که با موجودیت میانجی در ایجاد و شکلگیری فساد در جامعه نقش دارد و دیگر عوامل اصلی و بدون موجودیت میانجی. عواملی که می تواند زمینه ساز فساد و انحرافات اجتماعی در جامعه گردد ناشی از عدم توجه جدی به نکاتی که ما از آنها نام می برم می باشد. یکی از عوامل که می تواند زمینه ساز فساد و انحرافات اجتماعی باشد سیستم آموزش و پرورش غیر مؤثر است، زیرا بعد از خانواده در تربیت افراد جامعه سیستم آموزش و پرورش بیشتری نقش را ایفا می نماید. اگر این سیستم زمینه های لازم جهت تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان را به شیوه درست مهیا نسازد، افراد که به جامعه تقدیم می شوند به انواع مفاسد و انحرافات اخلاقی و اجتماعی دچار خواهند شد و ای خود زمینه های فساد را شکل می دهد. دیگرش وارد نمودن فرهنگ بیگانه در کشور بدون آمادگی جامعه به پذیرش آن باعث پیدایش خلای فرهنگی در جامعه شده که این امر موجب می گردد تا جامعه و به ویژه عده ای از جوانان و نوجوانان به فساد، انحرافات و ارزش های منفی فرهنگ بیگانه تمایل پیدا کنند. همچنان ضعف دولت در مقابله با انواع فساد و موجودیت فساد در اپارات دولتی هم یکی از عوامل زمینه ساز فساد در جامعه به شمار می رود. دولت من حیث یک نهاد اجتماعی مهم و اساسی مسئولیت حفظ و نگهداری از استقلال، امنیت ملی و حفاظت ارزش های اجتماعی را به عهده دارد. دولتی که از فساد و انحرافات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و غیره مسئول باشد و هم در جامعه از بروز انحرافات جلوگیری نماید، یک دولت مقتدر و مسئول محسوب می گردد. در غیر آن، فساد تمام ارگانهای جامعه را فرا می گیرد. قابل تذکر است که عدم توجه به نیازهای جوانان در جامعه نیز زمینه فساد را فراهم می سازد. عدم موجودیت اشتغال و زمینه کار، نداشتن عواید لازم و امثال آن که باعث فساد اخلاقی و اجتماعی می گردد می تواند جوانان را به دزدی، قاچاق و استفاده مواد مخدر سوق دهد. فساد اداری پدیده شومی است که پروسه توسعه کشورها را به طور چشمگیر با مشکلات مواجه نموده و باعث بروز نابسامانی ها و ایجاد بحران های اساسی در سراسر جامعه می کند. فساد در نتیجه عوامل متعدد به وجود می آید که عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اداری را می توان از جمله عوامل مهم ای پدیده برشمرد. همچنین روی دست گرفتن اقدامات لازم و مؤثر جهت مبارزه با فساد از قبیل شیوه های پیشگیرانه
و ایواز مجازات متخلفین، تعقیب نمودن منظم و سیستماتیک برنامه های مبارزه با فساد اداری، تأکید بر فرهنگ سازمانی و تقویت آن با مسابه بخش از فرهنگ عمومی جامعه و بالاخره پرداختن به مسائل تشکیلاتی، ساختار اداری و تحلیل آن بر اساس گرایش ساختار اجتماعی جامعه جهت کاهش فساد اداری من حیث رای حل‌های اساسی شناخته شده. وضعیتی که در اثر تخلفات مکرر و دوامدار کارمندان در سیستم اداری به وجود می آید فساد اداری نامیده می شود که در نهایت این تخلفات مؤثریت و اثر بخشی سیستم اداری را تضعیف می نماید. فساد اداری انواع گوناگون دارند که مهمترین آنها را من صرف نام می گیرم: استفاده شخصی از اموال دولتی، فساد مالی که خود به چندین نوع ظاهر می گردد، کمکاری و سپری نمودن وقت در اداره جهت انجام کارهای شخصی، سرقت اموال عمومی به وسیله کارمندان، ترجیح روابط شخصی بر قانون، سهل هنگاری و غفلت نسبت به فساد، فساد در صدور اجازه نامه برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، همچنان فساد استخدامی، عدم رعایت قوانین، مقررات و معیارهای لیاقت و شایستگی در تقرر، انتخاب و ارتقای افراد در اداره. از مطالعه تاریخ تمدن‌های باستان برمی آید که قدامت فساد در جوامع بشری به اندازه قدامت تمدن است و فعلا نیز فساد یکی از موضوعات عمده و اساسی در سطح جهان محسوب می گردد. فساد باعث نابسامانی های بیشمار در جامعه بشری می گردد. در طول تاریخ جنگ های متواتر، خشونت ها و قیام ها علیه تمدن های حاکم و در هم ریختن جامعه همیشه ناشی از فساد بوده است. فساد در کنار عوامل دیگر عامل عمده فروپاشی تمدن ها بوده است. چنانچه ابن خلدون فیلسوف تونسی در رابطه با عوامل ظهور و سقوط تمدن‌ها معتقد است که عامل اصلی فروپاشی و زوال حکومت‌ها مصارف بیجا و فساد در اپارات حکومتی به وسیله دولت مردان و حاکمان می باشد. طی سالهای متمادی همیشه میان استفاده درست و منطقی از قدرت و ساحه گسترش فساد رابطه معکوسی وجود داشته است. زمانی که از قدرت به شکل مطلوب و شایسته استفاده می شد، سطح فساد کاهش می یافت. مسئله فساد همیشه مورد توجه دولت ها و بسیاری از اندیشمندان و متفکرین سیاسی بوده و آنها از این ناحیه دچار تشویش بودند. دانته، شاعر و نویسنده ایتالیایی، با مسئله فساد در کتاب کمدی الهی خود در قرن 14 توجه نموده و آن را در عمق جهنم درجه بندی نموده است. به نظر ماکیاولی، از اثر فساد در واقع قواعد اخلاقی افراد ضعیف و معرفت و پرهیزگاری آنها از بین می رود که این امر آنها را بیشتر در معرض فساد قرار می دهد. فساد از واژه لاتین رومپر به معنی شکستن گرفته شده است. بناهن در فساد چیز میشکند یا نقص میگردد. فساد در حقیقت یک نوع پاداش نامشروع است که به خاطر تخلف از وظیفه برای یک شخص پرداخته میشود. فساد به معنی گسترده تر تمام اشکال انحرافات یا استفاده از قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقف و موقف وظیفوی را در بر می گیرد. نظریه پردازان قرن 19 از فساد تعریف جامعی تر ارائه نمودند. به نظر آنها تخلف از صلاحیت و مقام اداری جهت استفاده نامشروع دارایی های عامه به خاطر افزایش درآمد شخصی فساد شمرده می شود. باید گفت که فساد اداری مجموعه از طرح‌ها، تصامیم، عمل کرد و روابطی است
که در محیط کار برخلاف پلیسی عمومی کشور و قوانین حاکم بر آن و اهداف و منافع همگانی به وقوع می پیوندد. ای امر به منافع عمومی کشور صدمه زده و اداره را بی‌اعتبار می سازد. ایده از صاحب نظران فساد اداری را به دو دسته تقسیم می کنند. فساد تصادفی یا اتفاقی و فساد نظامند یا سیستماتیک. فساد در جوامع مختلف به اشکال متفاوت رایج می گردد. اگر در یک جامعه فساد کم باشد، کشف، مجازات و نابودی آن سهل‌تر امکان پذیر است. ولی زمانی که فساد در جامعه بیشتر مروج می گردد و به شکل سیستماتیک تبدیل می شود، احتمال کشف و مجازات آن هم مشکل تر شده و زمینه های فساد افزایش می یابد. زیرا برعکس حالت تصادفی، در فساد سیستماتیک هر دو طرف علاقمندی به شهادت علیه همدیگر را ندارند. جایی که فساد سیستماتیک موجود است، نهادها قوانین و عملکردهایشان را مطابق خواست و تقاضای مسئولین فاسد عیار می سازند. در این حالت رشوه نیز می تواند باعث بدی شدن رسیدگی به دوسیه ها و احتمالا کاهش مجازات گردد. به نظر تعداد دیگر از محققین، پدیده فساد به سه شکل عمده موجود است: فساد خرد، فساد سازمان یافته و فساد بزرگ. فساد خرد که در اصل فساد فردی است، اخذ رشوه های کوچک توسط بعضی از کارمندان دولت می باشد. زمانی که بقای نظام ها با وجود فساد بستگی می داشته باشند، فساد سازمان یافته مطرح است. در فساد بزرگ معمولا مسئولین بلندپایه دولت و سیاستمداران از طریق عقد قراردادها و طرحهای بزرگی که جنبه ملی دارند دست داشته و از آن مفاد بزرگ به دست می آورند. در آن عده از دستگاه های اداری که فساد سازمان یافته موجود است، سرمایه گذاران قبل از قبل می دانند به چی کسی رشوت بدهند و در مقابل آن چی چیز را به دست می آورند. در فساد سازمان یافته مقدار رشوه و شخص گیرنده آن مشخص است. پرداخت رشوه تضمین میکنه که تقاضای رشوه دهنده برآورده میگردد. فساد بزرگ یا فراگیر که در سطوح مختلف اپارات دولت میان اکثریت مامورین و کارمندان دولت مروج میگردد، در واقع یک پدیده سیاسی است. یعنی کسانی که در رأس قدرت قرار دارند، جهت به دست آوردن منافع و عواید نامشروع برای خود و وابستگانشان از موقف اداری و دولتی سوء استفاده میکنند. فساد بزرگ با فساد خرد تفاوت دارد. معمولا فساد رؤسای ادارات، وزیران و کارمندان عالی رتبه کشور را فساد بزرگ میگویند و فساد کارمندان پایین رتبه مثل افراد پلیس و مامورین گمرکات را فساد خرد می نامند. کنترل فساد بزرگ بر فساد خرد اولویت دارد. تا زمانی که در جامعه فساد بزرگ تحت کنترل قرار نگیرد، مسئله فساد خرد هم قابل حل نمی گردد یا نمی باشد. فساد بزرگ توسط افراد و مقامات عالی رتبه اداری به شکل گروه ها و یا باند ها با اخذ مبالغ هنگفت صورت می گیرد. مرتکبین این نوع فساد اکثرا افراد با نفوذ و قدرتمندی هستند که کمتر مورد تعقیب ارگان های عدلی و قضایی قرار می گیرند. از خصوصیات ساختار اداری و فضای اجتماعی و سیاسی تاریخ معاصر کشور ما برمی آید که مفاسد اداری زیاد در آن وجود داشت. حکومت های فاسد و مستبد گذشته با سوء استفاده های مالی هر آنچه خواستند با مردم انجام دادند. بسیاری از افراد با پرداخت رشوه به مقامات دولتی و حکومتی که ثروت نهایت زیاد به همراه داشت دست می‌یافتند. ای افراد شغلشان را من حیث یک منبع درآمد انحصاری که از طریق خرید
رابطه سیاسی، خیشاوندی و یا شخصی به دست آورده بودن در نظر گرفته سعی می کردن تا زمانی که این انحصار را در اختیار دارن حد اکثر بهره‌برداری و منفیت جویی را از آن به عمل آورند و به همین ترتیب مسیر فساد و منفیت جویی را در جهت منافع شخصی پیمودن. فساد اداری را در اکثر حکومت ها و دوره های تاریخی کشورهای مختلف می توان مشاهده کرد. فساد اداری در جوامع مختلف علل گوناگون دارد. بررسی های انجام شده در مورد پدیده فساد اداری بیانگر بغرنج بودن و گسترده بودن عوامل مؤثر در ایجاد این پدیده می باشد. به صورت عموم فقر اقتصادی و نابسامانی های عایداتی کارکنان و کارمندان دوایر و مؤسسات، فقر فرهنگی و عدم موجودیت مقررات و قوانین جلوگیری کننده و عدم موجودیت سیستم کنترل مؤثر از جمله دلایل اساسی بروز فساد اداری محسوب می گردند. در مجموع عوامل ایجاد این پدیده را به دو دسته تقسیم می کنیم، یعنی علل اصلی یا ریشه‌ای و علل تسهیل کننده. دلایل اصلی یا ریشه‌ای پدیده فساد به ریشه های فرهنگی، اجتماعی و ریشه های اقتصادی ارتباط دارد. مهمترین عامل بروز فساد اداری در ریشه های فرهنگی و اجتماعی نهفته است. اگر ارزش ها و عقاید حاکم بر افراد جامعه از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشد، نظام فرهنگی و اجتماعی ضعیف و غیر مفید گردیده و در نتیجه فساد در تمام سطوح و عرصه های اجتماعی بروز خواهد کرد. از عوامل مهم اقتصادی که باعث به میان آمدن سوء استفاده های مالی و تخلفات اداری می گردد رکود اقتصادی، کاهش عواید، بی عدالتی، بی ثباتی اقتصادی، تورم شدید، عدم تناسب درآمد و مصرف، کاهش قدرت خرید و توزیع نابرابر درآمدها در جامعه را می توان نام برد. در عوامل تسهیل کننده عوامل سیاسی و اداری نقش دارد. عدم استقلال کامل قوه قضاییه و اعمال نفوذ قوه اجرایه بر ارگانهای قضایی، ارگانهای نظارت و کنترل، فساد سیاستمداران عالی رتبه، در امان ماندن افراد متخلف در دوایر و مؤسسات از مجازات و عدم آگاهی مردم از حقوق و وجایبشان در برابر قانون از عوامل عمده سیاسی تسهیل کننده تخلفات محسوب می گردند. تشکیلات و ساختار اداری غیر مؤثر و نامتناسب، پیچیدگی قوانین، مقررات و موجودیت دستورالعمل‌های اداری متعدد، مسئولین غیر مؤثر، موجودیت تبعیض در ارتباط با استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نقص در سیستم پرداخت حقوق و دستمزدها، پاداش و مجازات، اولویت دادن به اهداف گروهی نسبت به اهداف اداره و مؤسسات را می توان از عوامل اداری تسهیل کننده تخلفات برشمرد. عوامل ذکر شده به اشکال گوناگون به سیستم اداری آسیب می رساند و باعث نارضایتی در وظیفه، کاهش تشویق کارمندان، روحی محافظه‌کاری، کاهش ابتکار و نوآوری، کاهش سرعت عمل، رقابت ناسالم، ایجاد فضای بدبینی و بی‌اعتمادی در ادارات و مؤسسات و غیره می‌گردد. همه ای عوامل همراه با عوارض آنها تخلفات اداری را سبب شده و در نهایت منجر به فساد اداری می‌شود. باید گفت که فساد مانع ثبات سیاسی، اقتصادی، روابط اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور می گردد. وجود فساد و تداوم آن به اعتبار اجتماعی و حیثیت نظام اداری صدمه وارد نموده، اعتماد و احترام مردم را نسبت به
نهادهای حکومتی و اپارات اداری کمرنگ ساخته و شگاف میان حکومت و توده های مردم را عمیق‌تر می سازد. در اثر تداوم پدیده فساد، قشر ثروتمند جامعه مفاد بیشتر حاصل نموده و ضرر و زیان ای پدیده را در حقیقت قشر بی‌وضاحت جامعه بدوش می کشد. برعلاوه ایجاد ارزش های منفی در ادارات، برتری منافع فردی بر منافع جمعی و کاهش کیفیت فعالیت‌ها در تمام عرصه ها از پیامدهای فساد یا از پیامدهای پدیده فساد محسوب می گردند. زمانی که فساد اداری گسترش یافته و پذیرفته می شود، در حقیقت فضای به وجود می آید که فساد به شکل قاعده و قانون در جامعه پذیرفته شود. در این صورت امکان سوء استفاده از وظیفه و موقف اداری به اصطلاح قانونی انجام شده و مقامات اداری کاملا احساس مسئولیت و اطمینان نموده و فکر میکنند که داشتن پول و ارتباطات با گروه های متنفس آنها را از پنجه قانون نجات خواهد داد، که این امر باعث کاهش احترام به قانون اساسی، کاهش فرصت های سالم پیشرفت برای افراد، مؤسسات و نهادها شده و در نهایت جامعه را به نابودی سوق داده و صد راه توسعه و پیشرفت در جامعه می گردد. در پیدایش گسترش و ترویج فساد اداری عوامل و زمینه های مختلف نقش دارد. با بررسی ای عوامل و زمینه ها بایست طرق را جستجو نمود که در کاهش و حذف پدیده فساد اداری مؤثریت داشته باشد. در مجموع جامعه من حیث یک نظام متشکل از نظام های کوچک و مختلف بوده که منابع انسانی در آن از اهمیت بسزا برخوردار است. بنابراین در مبارزه با پدیده فساد اداری باید بالای عواملی که مستقیما به بود منابع انسانی ارتباط دارد توجه جدی مبذول گردد. در شرایط امروزی فساد اداری بخصوص در کشورهای رو به توسعه یا کمتر توسعه یافته از موانع عمده پیشرفت جامعه بوده که صدمات جبران ناپذیر را بر رشد و توسعه جامعه وارد می نماید. فساد اهمیت ماهیت پیچیده دارد که از اثر آن اکثر پلان های وضع شده دولت ها جهت مبارزه با فساد به شکست مواجه می گردد. از همین رو با وجود برنامه های اصلاحات اداری و قوانینی که برای مبارزه با فساد وضع گردیدن، مسئله فساد اداری تا حال حل و ریشه‌کن نگردیده است. همه می دانیم که در عرصه امور مالی و جلوگیری از حیف و میل درآمدها و منابع مالی دولت، قوانین، مقررات و شیوه های نظارت و کنترل شدید وجود دارد که اکثرا باعث بطی شدن اجرای برنامه ها و اهداف ادارات هم می گردد. بنان گفته می تانیم که کمبود قوانین و مقررات دلیل موجودیت فساد اداری نیست، بلکه علت اصلی تداوم فساد اداری را باید در عوامل دیگر جستجو نمود، از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اداری. اگرچه افغانستان یک جامعه مذهبی و ملی است و همه فساد را پدیده زشت دانسته و مبارزه علیه آن را ضروری می دانند، ولی با آن هم فساد در کشور ما گسترش یافته و مانع پیشرفت های اجتماعی و ملی گردیده که این امر برای کشور و مردم نهایت گران تمام شده است. افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی یعنی غنی و فقیر و احساس عدم موجودیت عدالت اجتماعی از پیامدهای شوم ای پدیده است. گرچه دولت افغانستان جهت مبارزه با فساد ارگانهای متعدد را ایجاد نموده است،
اما نتایج حاصل شده از آن کافی و موفقیت‌آمیز نیست، زیرا اکثر کارمندان و مسئولین این ادارات خود غرق در فساد هستند. از عوامل دیگری که باعث گسترش فساد گردیده می توان عدم مجازات سوء استفاده کنندگان و آنهایی که در فساد اداری دست دارند را نام برد. موجودیت و عملکرد فساد اداری به شکل طبیعی برای بعضی از مسئولین متنفذ اداری و گروه های قدرتمند اقتصادی منفعت بزرگ به بار می آورد، زیرا فساد در واقع برای توزیع مجدد عواید به نفع همه افراد و گروه ها به شکل طبیعی عمل می کند. غیر سیستماتیک بودن، عدم تداوم برنامه ها و نظارت ضعیف ارگان های دولتی در رابطه با مبارزه علیه فساد اداری هم از عوامل گسترش فساد شمرده می شود. همچنان ارگان های مسئول با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از بروز فساد نسبت به مجازات متخلفین باید توجه و اقدام نمایند. نظر به بعضی از قواعد، معیار شناخت، سطح تحصیل و شایستگی هر فرد در یک اداره و و یا مؤسسه با تخصص، لیاقت و آموزش و ارتباط دارد که بایست با استفاده از معیارهای معین مشخص گردد. صلاحیت هر شخص در اداره، وظایف و مقام اداری آن با وسیله قانون و مقررات موجود مشخص و تعیین می‌گردد. به عباره دیگر، روابط ادارات شخصی نبوده بلکه قانون و مقررات موجود بر این روابط حاکم است. اما در بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته اکثرا این عمل بر روابط شخصی و داد و ستدها استوار است. تحفه دادن و تحفه گرفتن، اعمال نفوذ در ادارات و مؤسسات اهم از بزرگ با کوچک، یکی از شیوه های موفقیت‌آمیز برای متقاضیان شمرده می شود. گرچه برای استخدام یک شخص اکثرا اسناد تحصیلی ضروری است، ولی استخدام کارمند در این کشورها بیشتر به اساس روابط خصوصی و واسطه بازی انجام می یابد. از مثال های فساد اداری مروج در ادارات مختلف دولتی و نهادهای غیر دولتی می توان از سازش و سوء استفاده های مسئولین در آزاد گذاشتن قاچاقچیان مواد مخدر و کالاهای غیر مجاز آنها یادآور شد که این روش در بسیاری کشورهای کمتر توسعه یافته به فراوانی به چشم می خورد. اکثرا تحفه ها و هدایا عبارتند از اشیای گران قیمت و لوکس مثل قانین و قالینچه، ظروف کریستال، اشیای عتیقه یا تابلوها و آثار هنری با ارزش، فرضاً یا یک باب آپارتمان، یک قطعه زمین با موقعیت بسیار عالی، یک اراده موتر و غیره می باشد. ولی در اغلب موارد پول نقد یا چکی که مبلغ آن قبل مشخص گردیده بوده می تواند. در کشورهایی که ساختار سیاسی دولت در تمام عرصه ها نفوذ دارد و انجام هر کار صرف از طریق ارگان های دولتی امکان پذیر می باشد، به صورت نرمال سطح مراجعه متقاضیان به ادارات دولتی افزایش یافته و همی افزایش تقاضا و کمبود منابع و امکانات از جانب دولت سبب افزایش فساد اداری می کردند. متقاضیان برای سرعت بخشیدن کارشان و پیشی گرفتن از دیگران به رشوه دادن علاقمند می گردند. واقعیت این است که در نظام اداری کنونی اکثریت کشورهای کمتر توسعه یافته تقرر و گماشتن افراد در پست های ادارات به اساس رفاقت های شخصی و سازمانی یا رشوه به یک امر نرمال تبدیل گردیده و همدستی میان افراد ثروتمند، سیاستمداران و عوامل بیروکراسی اداری جهت نجات از نظارت و کنترل سیستم اداری به یک روند پذیرفته شده مبدل گردیده که نتیجه آن بروز فساد
در مجموع جامعه می باشد. توجه جدی به آموزش کارکنان ادارات و مؤسسات، انتخاب افراد به اساس شایستگی و لیاقت آنها، اصلاح سیستم رهبری اداره و میکانیزه کردن آن در اکثر کشورها سبب شده که مبارزه با فساد شکل اصولی و علمی اختیار نماید. بررسی فساد اداری از ابعاد مختلف می تواند ما را در شناخت معضله فساد اداری در ادارات کمک شایان نماید. شرایط موجود می طلبد تا فعالیت های اقتصادی سالم و مطمئن در کشور ایجاد، زمینه اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران مهیا گردد. جهت برآورده شدن ای آرمان بایست فضای سالم به وجود آید که در آن سرمایه گذار، صنعتگر، زارعین، پیشوران، جویندگان کار و همه اقشار از صداقت و ایمانداری دولت و ارگانهای مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست سوء استفاده کنندگان از امکانات دولتی کوتاه نگردد، زمینه تشویق استفاده از راه‌های نامشروع و غیر قانونی بیشتر مهیا خواهد شد. بر علاوه موجودیت عزم راسخ ملی در امر مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از جهتگیری‌های سیاسی و گروهی یکی از خواسته‌ها و توقعات مبرم اکثریت مردم کشور از سیاستمداران و مسئولین در این عرصه می باشد. عزیزان گرانقدر، ای بود برنامه امروزی ما. برنامه بعدی را با این مبحث ادامه خواهم داد و در مورد فساد گسترده و فراگیری که در کشور عزیز ما وجود دارد صحبت خواهم داد. تکرار این برنامه و برنامه های قبلی جهان اقتصاد را می توانید از طریق یوتیوب و صفحه فیسبوکی که به نام جهان اقتصاد است دنبال نمایید. هرگاه سوالات و نظریات موجود باشد می توانید از طریق ایمیل آدرس تلویزیون وزین بهار برایم بفرستید. از توجه شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه آینده خدا حافظ. شاد و موفق باشید. Thank you.